سلام به همه بینندگان، خوشحالم که در خدمتتون هستم. من هم همینطور. در ایران چه خبره؟ این آقای احمدی نژاد که به هر حال اون زمانی که رئیس جمهور بود خبرساز بود، منکر هالوکاست شد و میخواست اسرائیل رو از روی کره زمین محو بکنه و بسیار کارهای دیگه، یک چهره مطرح برای روزنامه نگاران و خبرنگاران بود. برای اینکه اولا این وقتی که چهره مطرح میشه جنبه مثبت نداره، به هر حال یه چهره بود و بسیار محبوب کاریکاتوریستا بود، خیلی ها از این نظر بهش علاقمند بودن، حرفای جالبی میزد، کارها و سفرهای خیلی عجیب و غریب انجام میداد. حالا هم که رئیس جمهور نیست، به هر حال خیلی مطرحه و داره میجنگه با قوه قضاییه. هدفش چیه؟ این میخواد چیکار کنه به نظر شما آقای دایی عزیز؟ عرض کنم که خب احمد نژاد خودش به نظر من به طور شخصی نباید نگاهش بکنیم. احمد نژاد وقتی رئیس جمهور شد در سال 1381 ایرانی، یه جمعیتی درست شد به نام جمعیت آبادگران که بیشترش سپاهیان سابق و بسیجی ها اینها بودن، درست کردن جناح راست، به اصطلاح جدید بهشون گفتن راست جدید در ایران. اینا اومدن در انتخابات شهرداری تهران، شورای شهر برنده شدن، البته انتخابات که همون انتخابات قلابی خود این حکومت، بعد شد شهردار تهران، بعد دورخیز کردن برای مجلس، مجلس هم برنده شدن که بیش از 100 نفر از کسانی که نماینده شدن یا سپاهی بودن یا امنیتچی بودن و مجلس رو هم بردن و بعد در سال 1384 شد رئیس جمهور، که بدون تردید تو دستگاه خودشون، تازه با تقلب فراوان بود که همون موقع یادمه که خود رفسنجانی که کاندید بود گفتش که من از این بد اخلاقی های انتخاباتی یعنی تقلب به خداوند پناه میبرم. آنچه مشخص بود این بود که سوا اینکه جریانی بودن در داخل خود سیستم، بخشی از سپاه و بسیج که از این حمایت میکردن، خامنه ای هم پشتش بود و این شد رئیس جمهور. وقتی شد رئیس جمهور، خود خامنه ای در یه نماز جمعه ای که بعد از دور دومی که این شد رئیس جمهور و تعلق شد و در ایران مردم شورش کردن، خامنه ای گفتش که من ایده ها مقایدم نزدیکتر خود به احمد نژاد رو بیشتر از خودم میدونم تا رفسنجانی رو، و کاملا ازش حمایت میکرد. آوردن احمدی نژاد هم که در حقیقت تحت حمایت خامنه ای بود، چند تا خاصیت برای ولی فقیه و برای سپاه داشت، خاصیت های بسیار مهم. ببینید دوره بود که آمریکا در عراق گیر کرده بود، در بالتاق عراق جمهوری اسلامی میخواست توسعه طلبی های منطقه ایش رو با شدت بیشتری ادامه بده، اصلا برایش سکوی پرش شد. چون آمریکا گیر کرد در عراق، برنامه هسته ایش رو شروع کردن و مهمتر از همه کاری که در دوره احمدی نژاد با نظر خامنه ای و سپاه انجام شد، اینها در حقیقت اومدن بروتن سرقت تاریخ رو، گرچه بروتن سرقت تاریخ همین انقلابی بود که اینها کردن، همه رو یک جای حکومت خورد از مردم گرفت، ولی داخل خودشون اینا اومدن تحت نام دولتی رو خصوصی کردن، خصوصی سازی، اومدن مهمترین شرکت ها و مؤسسات دولتی و سودده رو تحت نامی که میخوان خصوصی سازی کنن، دولت بعد واگذار کنه، دادن به تعاونی سپاه و تعاونی بسیج و نهادهای زیر نظر رهبری. بنابراین این کارهایی که اون که به خاطر یعنی با داشتن احمد نژاد میتونستن انجام بدن، بنابراین حمایت میکرد تحت حمایت خامنه ای. این برای احمد نژاد یه مسئولیت ایجاد کرد که هر کدی هم فکر میکرد دلش مخواد بکنه چیز بود تاریخ جمهوری اسلامی اینطور خامنه ایستا زهر قهر کردن خانه سر اون دعوایی که سر وزیر اطلاعات داشت. بنابراین این به نوع خودش طلبکار هم میدونه، یه خدمت کرد به شما و نمیتونیم رها بکنیم، و چرا باید مثلا برادران لاریجانی که حتی میگه مثلا ایرانی هم نیستن، عراقی بودن اومدن، اینا چرا باید اینها مدعی باشن و ما برکنار؟ این حرفی که به اصطلاح حرف اصلی شه، این تضادهای خودشون، چارچوبای خودشون اینا پیش میبره دیگه، مسئولیت های داره تا یه جا که
به نظر من باش برخورد کرد. من فکر باش برخورد. ممنونم ازتون. ببینید این آقای ببخشید آقای محمود احمدی نژاد، وقتی که اسمش میشنوم بی اختیاری آدم یه مقدار خندش میگیره از کاری که این انجام میده، چه موقعی که رئیس جمهور بود و چه زمانی که حالا. به قول ما شیرازی ها هر از گاهی یه ویدیو درست میکنه و در این ویدیو تهدید میکنه. همین چند روز پیش به قوه قضاییه 48 ساعت وقت داد که نمیدونم میخواد چیکار کنه تو این 48 ساعت. بعد از 48 ساعت یه نطق دیگری کرد و الان در خبرها آمده بود که حمید بقایی که معاون سابقش به 63 سال زندان محکوم شده. اجازه میدید با هم نگاهی بکنیم به این آخرین نطق کوتاه احمدی نژاد، بر صحبتمون ادامه بدیم. با هم نگاه بکنید. سلام و درود خداوند بر ملت بزرگ ایران و همه موحدان، آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان. همه میدونیم که اگر قوه قضاییه اصلاح بشه کشور اصلاح خواهد شد. اصل 37 قانون اساسی میگه که اصل بر براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. اصل 36 هم میگه که محکوم کردن و مجازات افراد و اجرای مجازات فقط باید از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون باشه. متاسفانه رئیس محترم قوه قضاییه که باید بیش از همه پایبند به قانون اساسی و قوانین باشه به کرات این اصول رو زیر پا میذاره. ایشون در صحبت‌هایی که در جمع غیرعلنی دانشجویان مطرح کرده و بعداً خبرگزاری وابسته به دستگاه قضایی اون رو منتشر کرده، عناوین مجرمانه‌ای را به بنده و همکارانم نسبت داده. ایشون ما رو فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی معرفی کرده و ما رو به این اتهامات متهم کرده. البته آقای بابک زنجانی نزدیک 4 ساله تو زندانه، به طور غیرعلنی محاکمه میشه. ما اطلاعی از مسائلی که در اونجا گذشته نداریم، ضمن اینکه قبلا هم بارها اعلام کردیم اگر اعضای دولت ما و هر دولت دیگه هر ارتباطی با ایشون دارن مستنداً اعلام کنن، که اعلام نشد. اما من میخوام از رئیس دستگاه قضا مؤکداً درخواست کنم ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه‌گر یا منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی رو منتشر کنید. حتی اگر در ما نمیگم در دادگاه صالح، انتظار ندارم از شما، اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتون ما به این عناوین مجرمانه محکوم شدیم، ظرف 48 ساعت اسنادش رو منتشر کنید، همه بدانن. در غیر این صورت بنده نظرم رو درباره شما و عملکرد شما طی این 8 سال با مردم در میون خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام. آقای احمدی نژاد، بعد از این نطقش بود که آقای بقایی معاونش رو به 63 سال زندان محکوم کردن. آقای دایی محکومیت رو احتمالا اینا خودشون میدونستن تو دعوای خودشون، ولی واقعش اینه که اگر مشکل نداشت این حکومت، یعنی مردم ناراضی نبودن به این میزان، در حد انفجار نفرت از حکومت نبود، احمد نژاد جرئت نمیکنه این حرفا رو بزنه. میدونه مردم ناراضی هن، میخواد سوار نارضایتی ها بشه، همونطور که همون دور اول هم که رئیس جمهور شد و دور دوم رو این شعارهای پوپولیستی بود. الان میدونه که حلقه ضعیف انتخاب کرده، چون گریبان سپاه رو که نمیتونه بگیره. حالا درست یه بار اومد گفت برادران قاچاقچی توی تریبون به سپاهی ها، در حالی که سپاهی ها همون پایین نشسته بودن، ولی الان میدونه تو حلقه خود حکومت هم یکی از ضعیف‌ترین حلقه ها تو دستگاه اونا خامنه و سپاه که نیستن، که برادران لاریجانی هم گریبان اونها رو گرفته، چون میدونه قوه قضاییه میخواد برای اینا پرونده درست کنه. یه مسئله دیگه هم که هستش اینه که واقعش اینه که احمد نژاد بخشی از این سیستم گماشته و نوکر خامنه‌ای بوده. یک گرایشی که در جمهوری اسلامی پیدا شد، یعنی مخصوصا ایجاد کردن به خصوص این اصلاح طلبان قلابی، که احمد نژاد رو بکنن
نمونه بدی، دزدی، نمیدونم قارت مملکت، سیاست های غلط، حالا خودشون اومدن هرچی هم یه جا گیر میکنن میزن گردن احمد نژاد. در این که اون دوره کلی خیانت شد که تردیدی نیست، اما یادمون نره که این چیزهایی که به احمد نژاد نسبت میدن، میگن احمد نژاد این کاری که اون کاری که این کاری که هسته این کاری که اینا، هیچ کنون در حیطه اختیارات احمد نژاد نیست، در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست، در اختیار ولی فقیه و سپاه. دلیلش هم اینه که ما به خود این اصلاح طلبان میگیم چرا شما فلان کارا رو نکردید، میگن ما اختیار نداریم. چطور میشه به شما که میرسه اختیار ندارید؟ همه تقصیرها که میشه میفته گردن احمد نژاد، چون جرئت ندارن گریبان اصلی ولی فقیه بگیرن. بنابراین مقایسه این بد کردن احمد نژاد به اندازه کافی بد هست، ولی تو دستگاه خود اینها هدف خاص سیاسی داره و اون از بدر بودن یکی ولی فقیه، دوم اصلاح طلبا دنبال بهانه میگردن یقه احمد نژاد رو میگیرن. به همین ترتیب میخوان اشتباه خود همین برادران لاریجانی سیستم میخوان گریبان احمد نژاد رو بگیرن. یه نکته دیگه هم که بگم اینه که در داستان زنجانی و زراب که الان در زندان اینجاست، احمدی نژاد زیاد کاری نبوده که، اینا چیزایی بوده که زیر نظر سپاه، دور زدن تحریم ها، خریدهای تسلیحاتی و هسته ای رو احمدی نژاد که نمیتونست تصمیم نهایی بگیره که، سپاه و خامنه ای بودن، یعنی تمام اینها زیر نظر خامنه ای و سپاه بوده. حالا زنجانی و زراب یه جاهای دیگه در چارچوب خود مافیاهای حکومت هم دیگه دزدی رو از بیش از حد کردن، اینا رو گرفتنشون، وگرنه چرا گردن احمدی نژاد میزنن؟ چرا میخوان همه چیز رو سر یه عده خراب بکنن؟ اینو که صداش در اومده میگه آقا درسته دزدی بوده، هممون دزدیم، شما هم دزدین، و احمد نژاد اگر ویلایی داشت و زمینی جای خورده بود، مطمئن بود تا مطمئن باشه تا به حال صد بار گفته بودن، در حالی که برادران لاریجانی که همه میدونن که چقدر زمین خوردن و چقدر اموال دارن و چه کارایی کردن. بله، و این آقای احمدی نژاد هنوز ما نمیدونیم که عکس العملش در مقابل حکم حبس 63 ساله برای معاون سابقش چی هست، ولی الان قبل از برنامه داشتیم با هم صحبت میکردیم که چرا 63 سال، حالا چرا 63 سال؟ یعنی اولا جرم ایشون در این حکمی که داده چی آقای دایی؟ من فکر کنم بیشتر همین فساد مالی، تبانی، نمیدونم از این چیزاست که دقیقا هم نمیگن، چون هر کدوم از این پرونده رو عرض کردم بریم توش، همونطور خود احمد نژاد داره با زرنگی میگه، میگه هر کدوم اینا رو راست بگیر، حتی پرونده زنجانی، یعنی من یادمه که سر دادگاه زنجانی یک بار چند جلسه رو اینا علنی کرده بودن، یه سری مسائل روش شد، مسائلی روش شد که تا ته خود سپاه پاسداران کل سیستم حکومت رفت، برای این خطرناکه. بنابراین بخوان تبانی بقایی رو بگن یا جرم مشایی یا احمد نژاد بگن، تردید نکنه اگه بخواد پرونده کاملا رو بشه، پای همه دستگاه از خامنه ای و سپاه گرفته تا خود برادران لاریجانی هم در بین خواهد بود. آقای دایی، این روزها تظاهرات بسیاری در بسیاری از شهرهای ایران میشه که شعارهای جالبی میدن، شعارهایی که شاید کمتر شنیده شده، و الان دیدم که یک ویدیویی نگاه میکردم که در اصفهان از اینکه انقلاب کردن ناراحتن. اگر اجازه دیدیم به این ویدیو کوتاه نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم صحبتمون رو با شما ادامه میدیم. صحبت میکنیم. خواهش میکنم. ببخشید. Ma inqilob kardin, ma inqilob kardin.
اشتباهی کردیم. بله، ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم. تظاهرات بسیاری داره میشه و ناراضی‌های بسیاری که هم اونهایی که پولهاشون رو این بانکهایی که خودشون درست کرده بودن از بین رفته پولهاشون، هم اونهایی که بیکار شدن و کسانی که بازنشسته بودن حقوق نگرفتن، کارگرانی که در کارخانه ها چند ماهه که حتی چند سالی که حقوق نگرفتن، و بسیاری از این تظاهرات دیگه یواش یواش یک شعارهایی داده میشه که در طول این تاریخ جمهوری اسلامی کمتر شنیده شده و الان در تمام تظاهرات شنیده میشه. کسی هم کاری باشون نداره ظاهرا، اما در خبرها آمده بود که تعدادی از سپاه پاسداران رو میخوان به خیابونها بیارن. بله آقای دایی، عرض کنم که ما در یک مقطع خیلی مهمی هستیم. واقعش اینه که ببینید، من چند سال پیش یکی از اقتصاددانان خود این حکومت، محسن رونانی که طرفدار روحانی هم، ایشون یک گزارش خیلی مفصل نوشت از اساتید دانشگاه بهشتی، به خطاب به دولت نوشت، تازه به عنوان دوست دولت، که ما داریم وارد سیاهچال میشیم. لغت سیاهچال استفاده کردن، گفتو در فضا یه نقاطی هست پیش میاد سیاهچال، هیچی نیست دیگه، هیچ جاذبه‌ای نیست و کسی که مورد ذره یا جسمی که وارد اون بشه دیگه خارج نمیتونه بشه. اقتصاد ما اگه کاری نکنیم داره وارد سیاهچال میشه، یعنی غیر قابل بازگشت، یعنی به تاریک ترین جا. چند روز پیش هم دیدم یکی دیگه در یه خانومی که استاد دانشگاه است در هفته نامه تجارت فردا نوشته سناریوی خاکستری، همونها رو با مثالهای دقیقتر و روشنتر نوشته بود. پری روزم که خود علی رالیجانی رئیس مجلس در سخنرانی معروفی که کک خیلی سرصدا کرد گفت ما دیگه قادر به اداره کشور با این وضعیت نیستیم. آنچه که اتفاق افتاده اینه که واقعش اینه که خب در این نظام که اصلا اقتصاد اهمیت نمیدادن، ولی یعنی سیستم مافیایی، اولویتایی که اصلا ربطی به اقتصاد نداره، شما بیاید از جیب مردم ایران، سفره مردم ایران برید سالی 10 تا 15 میلیارد خرج سوریه بکنید، یمن و لبنان و چی و چی، خب این اقتصادی که باقی نمیذاره. آنچه اتفاق افتاد مردم، یعنی این بحران‌های عمیقی که تو این سال‌ها بوده همواره، اینو با به اصطلاح گفتار درمانی، با امید درمانی سعی میکردن اینها رو کاهش بدن، که روحانی اومد که بله ما الان برجام که بکنیم کمپانی‌های بین‌المللی هم می‌ریزن همه تو ایران و همه الان صف کشیدن، سرمایه گذاری خواهد شد، سالی 50 میلیارد سرمایه گذاری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی و و و و هیچ کدوم اینا نشد و نباید هم میشد، طبیعی هم بود که نمیشد. به گفته ظریف، جواد ظریف در همین مجلس که این بار تایید شد، گفت ما در 4 سال دولت روحانی که 2 سال و نیمش بعد از برجام بود، دو سال و نیمش بعد از برجام بود، رو هم دیگه 11 میلیارد ما سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم. یعنی سالی 50 تایی که اینا میگفتن بعد حداقل باشه تا اقتصاد ما از این وضعیت بیرون، شده سالی مثلا 2.5. ببین تفاوت، یعنی 1/20. و تازه اینم معلوم نیست راست بگن. وضعیت اقتصادی وحشتناکه و این سناریوی خاکستری و سیاهچال یا حرفای لاریجانی اینه که در همه بخش‌ها اینا وضعشون خرابه. تمام صندوق‌های بازنشستگی ورشکستن، پولاش رو رفتن در این سال‌ها خرج کردن، خوردن، از بین بردن، هیچ پول توش نیست. باید دولت بره.
بعد وضعیت اسفناک محیط زیست، وضعیت اسفناک تولید در کشور، بیکاری وحشتناک. یعنی خودشون وقتی که میگن پایه های این سیاه شال رو توضیح میدن، به آدم سوال میکنه که چجوری اینا میتونن حتی تا سال دیگه دوام بیارن. وضعشون اینطور خرابه. الان بحثایی که سر بودجه سال آینده که صحبت میکنن، اصلا آدم میمونه که اینا چجوری راه خروج کجا میبینن اینا. ولی میبینیم که در مقابلش به ماجراجویی خارجی و رفتارهای خارجی در منطقه ایران میدن. تو این شرایط خب نارضایتی ها به اینجا رسید. شما میبینید همون که شما اشاره کردید، از مال باختگان بگیرید، کارگرایی که بیکار شدن، کارگرایی که سرکارن بهشون حقوق نمیدن، صندوق های بازنشستگی، نمیدونم معلمان، پرستاران، همه تو خیابونن. همه هم که نمیتونن سرکوب کنن. خب مگه دستگاه سرکوب اگه بخواد همه رو بگیره دستگیر کنه چیکار بکنه؟ بعد با سیاسی ها چیکار کنه؟ با دانشجوها چیکار بکنه؟ خیلی معضل بزرگی دارن. حالا این کلاف از کجا باز میشه اون یه بحث دیگری است، ولی آن چی که هست بحثا داره جدی میشه در خود داخل کشور. سوالایی که میکنن، حرفایی که میزنن، یک نقطه هنوز تابوس در تمام بحثایی که میکنن. یعنی بحثایی که تو تلویزیون حتی میان میکنن راجع به اینکه ما بودجه، من تو فقط کوتاه اشاره بکنم خدمت تو، اینه که بحثی که همین چند شب پیش بود که کارشناسان آورده بودن و مسئولین، اینه که بودجه که ارائه کردن مقایسه کردن با بودجه همین سال گذشته، یعنی سال 96 که داره تموم میشه، که 370 هزار میلیارد تومان بوده. حالا هزار میلیاردش رو بذاریم کنار، 370 تا بوده. از این 370 تا توضیح میدن که نزدیک 300 تاش بودجه جاریه، یعنی حقوق و این چیزا که باید بدن، حقوق کارمند، مخارجی که دارن، مخارجی که ندید، مثل که یه نفر ماها در خانه که هستیم باید هر ماه قسط خانه بدیم، نمیدونم پول تلفن، اینا چیزی که باید بدیم. 70 تا گذاشتن برای بودجه عمرانی، یعنی حل مسئله بیکاری، مسائل عمرانی، تولیدی، سرمایه‌گذاری دراز مدت، محیط زیست و و و و بهداشت و و 70. بعد خودشون توضیح میده از این 70 تا مجبور شدن 30 تا 35 تاش رو بدن برای سررسید بدهی‌های سال قبل دولت، چون دولت پول نداره. وقتی میگه 370 تا قرض میکنه، اوراق به قول خودشون اوراق منشی میکنه، میمونه چند تا؟ میمونه حدود 35. از این 35 تا دولت من گفت آقا ما نداریم، 20 تا بیشتر برای عمرانی نمیدیم. میگه الان که آخر سال معلوم شده که کل عمرانی در سال زیر 10 تا بوده. یعنی در یه مملکتی که 300 به 10. حالا اینو داشته باشید شما. بحثایی که میکنن خب چیکار بکنین؟ چیکار باید کرد؟ گریبان اینو میگیرن که آره چرا 20% از کسانی که در این مملکت هستن مالیات نمیدن. یعنی اون گردن کلفتا دیگه. نهادهای زیر نظر رهبری، آستان و قدس، سپاه و و و. ولی چیزی که هنوز نمیان بگن اینه که چون همین الان که بودجه با این همین مشکلاته، به گفته کار رسانه‌های خود حکومتی فقط بودجه سپاه پاسداران 42% افزایش پیدا کرده. این حداقله. تردید نکنید که تا فروردین ماه که بودجه تصویب خواهد شد این 42% خیلی بیشتر از این خواهد شد. یعنی کاملا مشخصه بودجه سرکوب و کارهای خارج کشوری افزایش پیدا کرده. این رو هنوز کسی نمیره، جرئت نداره وارد این تابو بشه که آقا مشکل مملکت اینه. وقتی که شما با برآوردهای بین المللی سالی 10 میلیارد، یعنی الان در 6 سال گذشته حداقل بین 10 تا 15، سازمان ملل دیمیسورا نماینده سازمان ملل گفت تو ایران در سوریه حداقل سالی 10 میلیارد خرج می‌کنه. برآوردهایی که جمع میزنه آدم، نفت رایگان، اعتبارات بانکی و و و و مخارج این گروه شبه نظامی نزدیک 15 میلیارده. یعنی بین 60، ببینید در این اوج بحرانی که اینا دارن، بین 60 تا 100 میلیارد اینا پول دادن برای سوریه. بنابراین میتونن دست بکشن؟ نه، از خارج تردید نکنید نمیتونن دست بکشن. برایشون حیاتیه، برای عشق حرم یا نمیدونم دفاع از چی نمیکنن اینا. این اگر در منطقه عقب نشینی بکنن شکست میخورن، در داخل شکست میخورن، سپاه فرو میریزه. بنابراین این گیریه که اینا نمیتونن حلش کنن. یعنی هرچی همین بحثا رو بکنن. در مورد این تظاهرات هم که نشون دادی واقعش اینه که هر آدم عاقلی هم که نگاه بکنه وضع خودش رو نگاه بکنه، نه با 40 سال قبل که در این مملکت
چی بود؟ با هر کشور همجوار، بابا کشورهای همجوار رو نگاه بکنیم، توی این مدتی که حالا در حد ماه 40 سال پیشم خیلیشون اصلا نبودن، ببینید اونا به هی دارن میرن بالا، ما داریم میریم عقب. مردم آخه به چی دلیل برای 40 سال بازنشستگی چی پول نباید بشه؟ برق توی مملکت نی، رفتم دیروز دارم نگاه میکنم، باور نکردنیه. توی مملکت برق کم بوده، آخه برای چی؟ برای 40 سال ما جنگ داریم با کسی؟ توی مملکتی که رو نفت و گازه چرا باید این وضعیت بشه؟ بعد همایش گذاشتن تو وزارت نیرو 650 تا آخوند، این دیگه خیلی جالبه، مبلغای وزارت نیرو، کار اینا اینه که برن توی دهات و شهرستانا به مردم بگن در برق صرفه جویی کنید طبق آیه های دینی. خب بابا پول همین 650 تا آخوند رو بدید نیروگاه درست کنید، بدید به برق مردم برسید. ببینید اینه، این دستگاه حکومت اینه. ببخشید، در این لایحه بودجه که من داشتم نگاه میکردم، مقدار زیادی پول برای جاهای مذهبی داره پرداخت میشه. یه نکته دیگه، یه مقداری زیادی راجع به نشر آثار امام. مگر این امام چقدر آثار داشته؟ این خمینی مگر چقدر چیز نوشته؟ ما تا اونجایی که میدونیم که چند تا شعر عاشقانه که معلوم هم نیست مال خودش باشه، بسیار که الان 40 سال دارن بودجه صرف میکنن که آثارش رو منتشر کنن. عرض میکنم توضیح مسائلش که خب سالیان سال چاپ شده، چند تا کتاب داره، ولی سخنرانی ها رو اینو کردن صحیفه، کتاب مجموعه در آوردن، همینا رو هی چاپ میکنن. بعد چاپش رو باید به زبانهای مختلف، من یکی از دوستای من میگفت در رفت بودم در نیجر سالهای قبل، البته الان حالا نیجر رو براتون تعریف کنم باور نکردنیه چی کار میکنه جمهوری اسلامی. نیجر کشور عقب مانده آفریقا، با نیجری اشتباه نکنیم، 2-3 میلیون جمعیت داره، اکثرش همین عربای بادیه نشین بیابان نشین. در اونجا میگفت رفتم دیدم یه آخون گذاشتم براش، این دوست من استاد دانشگاه است برای کار اقتصادی رفته بود اونجا، میگفت تو این نیجر که هیچی نیست، تو تمام پایتختش میگفت 2 تا هتل بود، میگفت دیدم دفتر رو دستک زدن، آخون رو بردن اونجا مبلغ، کتابای خمینی رو ترجمه کردن که بدن دست این بیابان نشینا. خب دیگه بالاخره باید این پولا رو خرج بکنن دیگه. بله، به فیلم های مختلفی مرتب هی داره میرسه راجع به نارضایتی مردم. یک دونه همین الان برای ما فرستادن که در مجلس خود مجلسی ها اعتراض کردن راجع به همین مشکلات مالی و اینهایی که دارن. اجازه میدیم با هم کوتاه نگاه بکنیم و برگردیم. الان این فیلم برای ما فرستاده شده. اینه که آقای دکتر در ماده 200 میگه مصوبات مجلس در صورتی که رد بشه باید صراحت داشته باشه علت رد. من بارها این رو هم تذکر دادم، یه مدتی هم هست این تذکر رو متوقف کردیم، شایبه خدای نکرده مخالفت با نهادهای اساسی و قانونی و شرعی در ازهان به وجود نیاد. ببین الان این ایرادی که آقایان گرفتن، تو رو خدای دکتر این رو بخونیم ببین اصلا این معنی داره. اطلاق تفسیر یک با توجه به اصلاح به عمل آمده نسبت به ابزاری که استعمال مشترک دارد مثل ساتور اشکال دارد و خلاف موازین شرع شناخته شد. این یه بحث. یه بحثی هم هست که به ماده 24 برمیگرده آقای دکتر. الان مسئله استاندارد 7-8 بار رفت آمد داشته، مسئله ساتور شده دغدغه اصلی ما. تو را خدا آقای دکتر لاریجانی، تو را به روح امام قسم، تو را به روح شهدا قسم، الان ربوی بان بودن بانک ها اشکال شرعی داره، تبعیض در این مملکت اشکال شرعی داره، خدمت شما فساد نهادینه شده به قول جهانگیری ایراد شرعی داره، این فساد ها رانت ها ایراد شرعی داره، یه مسئله مثل ساتور. بابا ساتور مسئله اصلی این مملکت نیست به روح رسول الله قسم. پدافند عامل عضو شورای بشیان نشه مسئله اصلی این مملکت نیست. نمیدونم بحث استاندارد، حالا اونی که ما تصویب کردیم یا شورای نگهبان، دیگه برای مجلس شأنی در این مملکت باقی نمیمونه، برای شورای نگهبان شأنی باقی نمیمونه. من از حضرت آیت الله یزدی، از آیه مؤمن، از آیه جنتی، از حقوق دانه
میکنم، خواهش میکنم تو رو به روح امام به فکر این مملکت باشی. این مملکت از دست میره، این مردم از ما ناراضی هست، نهادهای مملکت رو در راستای خدمت به مردم نمیدونن. ای خدا شاهد باش درد این مردم اینا نیست. و سلام. خب نمیدونم خدا شاهد هست یا نه در این باره، نماینده خودشون چه میفرمایید در مورد صحبت‌های این نماینده مجلس؟ نمیدونم نماینده کجاست، ولی به هر حال صحبت‌هایی کرده. اینا که نماینده مردم که نیستن که، اینا رو یه کراوات تنشون کردن، قبلا یا پاسدار بوده یا کمیته چی، یا شکنجه‌گر، یه دزدی، یه چیز دزد سرگردنه، یا دل دزد، دلال ارز تو دستگاه، اینا بودن دیگه. این کراوات کردن، یکی از جناها کردنش، فرستنش تو مجلس. نماینده مردم اگه بودن که هیچ کدوم اینا اونجا نمی نشستن که. ولی اینقدر نارضایتی زیاده، چون جمهوری اسلامی سعی میکنه یه طبقه خاصی رو، طبقه پاسدار و بسیج و اینا نگه بداره. الان این تعاونی سپاه و تعاونی بسیج که کلی بانک دارن و کلی مؤسسات دارن، یکی از اهدافش اینه که سوای مخارج خارج کشوری که میکنن، از این درآمدهای کلان یا بگیم غارت ثروت مملکت، اینه که این خانواده بسیج و سپاه و نم اینها رو راضی نگه دارن. ولی بالاخره 10%، 15%، همینا که میبرنشون تو نماز جمعه، اینا رو بر راضی نگه دارن. الان اینقدر وضع خراب شده، نمیتونن. توی اهواز شما حتما دیدید اینو که نماینده های خوزستان جلوی کلانتری مسئول محیط زیست رو گرفتن، سر آب دارن دعوا میکنن. خب آب نیست، مردم نفس نمیتونن بکشن. مسئول محیط زیست میگه دعا کنید باد بیاد. خب ببینید نارضایتی انقدر زیاده که اینا مجبورن این حرفا رو بزنن. یه جور سوپا به اطمینان میخوان داشته باشن، برای اینکه مردم فکر بکنن که این نماینده ها دلشون برای مردم میسوزه. نمیدونم آقای دایی عزیز، پیرو به صحبت هایی که این آقای احمدی نژاد، این دوست خوبمون، انجام داد، دوست خوبمون که میگم زیاد جدی نگیرین، و بعد از اینکه اون 48 ساعت فرصت داده اینا، آخرین نطقی رو که کرده، البته طولانی بوده، یکی دو دقیقه‌ش، الان دوستانمون تو اتاق کنترل انتخاب کردن، اجازه بدیم با همدیگه گوش بکنیم، جالبه. اما قاضی‌قضات ما بزرگترین گناهان، یعنی حد که آبروی افراد، افترا زدن به انسانهای پاک رو به طور مرتب و علنی مرتکب میشه. معلومه که ایشون از عدالت ساقط. با این وصف باز معلومه که در دستگاه زیر نظر ایشان چی میگذره. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمانه. ایشون در دوره مدیریت خود در عمل نشون داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی نداره و اونها رو زیر پا میگذاره. تقریبا دستگاه نیمبند قضایی رو متلاشی کرده، از اعتبار انداخته. از همه مهمتر این که مردمشون رو نمیخوان و ناراضی هست و این وضع رو مضر به حال کشور و انقلاب و نظام میدونن. حالا ایشون به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه های بیان از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت و ادامه کار ایشون ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلابه و از این جهت قاصب شناخته میشه. ایشون هر کاری انجام بده خلافه و ضامن خواهد. درباره قاضی‌القضات پیشنهاد اول اینه که از مسئولیت خودشون استعفا کنن و با این کار خدمت بزرگی به انقلاب و مردم و رهبری گرانقدر و البته خودشون داشته باشن. در این صورت شاید مردم از ایشون درگذرن. هرچه ایشون در این سمت بمونن، مسئولیت و بارشون سنگین‌تر میشه و جواب دادن به اونها سخت‌تر و بلکه ناممکن خواهد بود. پیگیری‌های ما برای احقاق حق ادامه خواهد یافت.
یعنی در حقیقت ایشون یک سریال دارن که مرتب دارن این سریال رو اجرا میکنن و مطالبی رو عنوان میکنن. در زمانه زندگی میکنیم که نمیشه جلوه خیلی چیزها رو هم گرفت. البته من به درستی نمیدونم خود رهبر اکثر عملش در مقابل حرفای این آقای احمدی نژاد چی بوده. براستش برای من معماست که چرا تا کنون باش برخورد نکردن. حالا این سندی چیزی هست، اینقدر اسرار داره. بعدم بالاخره ببینید این مایه شکست خود خامنه‌ایه. بالاخره خامنه‌ای رو حمایت کرد، تشویقش میکرد، میگفت من به این نزدیکم. بالاخره همه اینو میدونن دیگه. حالا اگه بگیره اینو بکنش زندان، خب میدونید یه چه مایه سرفکندگیه دیگه. حالا سعی میکنن حتما با اینکه آقا دوستای اینو زندان نفرستی یه جوری وسطش شاید بخوان بگیرن. ولی برای منم تعجبه چطور هنوز باش برخورد نکردن یا قانعش نکردن که متوقف کنه این مسخره بازی رو. نمیدونم، به هر حال اون چیزی که مسلمه موضوع فساد و بسیاری از مسائل دیگه در داخل ایران یک دوران بسیار سختی رو داره میگذرونه برای حکومت. همینطور در مورد اون موشکی که از یمن شلیک شد که در سازمان ملل نشون دادن، بعد این مقامات ایران خیلی محکم میگن اصلا کار ما نبوده، مگر این حوثی‌ها اونجا میتونن موشک بسازن. در این باره مسائلی است الان در سازمان ملل مطرح شده. البته روسیه طرفدار جمهوری اسلامیه و نمیگذاره که، البته یه نکته رو من بگم، این لوایحی و این چیزهایی که سازمان ملل انجام میده بسیاری از کشورها اصلا محل نمیگذارن بهش، در مورد بسیاری از کشورها هست و فقط تبلیغاته. یعنی من واقعا نمیدونم که این سازمان ملل، شورای امنیت، البته نمیدونم سازمان ملل یا سازمان دولت هاست، به هر حال این کارهایی رو که انجام میده فقط یه بودجه‌ای صرف میشه، یه جلساتی انجام میدن. کسی حتی اگر مثلا این حکومت های بزرگ مثل شورای امنی، ببخشید، روسیه و بعد آمریکا و چین و اینا از حق وتو هم استفاده نکنن، باز تأثیری نداره. چیه؟ سازمان ملل چی میگه وقتی که اون نماینده آمریکا آورده موشک رو نشون داده میگه اینو ایران ساخت، ایران میگه نه؟ خب که چی؟ عرض کنم که ببینید سازمان ملل خب کارآمد هست در چارچوب خودش، توقعی که از یه مجموعه‌ای که 200 کشور توشن، 5 تاشون هم حق وتو دارن، خب در این چارچوب که انتظارات رو باید پایین آورد. اما سازمان ملل که فقط همین شورای امنیت و تصمیم گیری‌های اینجوریش که نیست، یا مجمع عمومی که بیان سخنرانی کنن، ده ها بخش مختلف داره، بخش مبارزه با فقر، مبارزه با نمیدونم مشکلات کشاورزی، مسائل فرهنگی در جهان، خب خیلی کارها میکنن. بعدم اینکه خب تصمیماتی که میگیره میتونه به سری اقدامات مشروعیت بده، یعنی نهادیه که نمیشه ازش صرف نظر کرد. ولی واقعش اینه که ضعف هم زیاد داره، خیلی اشکالات داره. نهاد حقوق بشرش میبینیم، جمهوری اسلامی و عربستان و همه اینا توشن. خب چه نهاد حقوق بشریه که اینا مسئولشن؟ بنابراین اشکالات زیاد داره، ولی واقعا ازش نمیشه گذشت. کاری هم که خانم نیکی هیلی کرد در صحن سازمان ملل به عنوان به اصطلاح سفیر آمریکا در سازمان ملل، از اون تریبون استفاده کرد برای اینکه افکار عمومی رو بیشتر تحت تاثیر قرار بده. در دنیا تقریبا تردیدی در اینکه این موشک مال جمهوری اسلامی که نیست که. جمهوری اسلامی، خود سازمان ملل، قبل از که خانم نیکی هیلی بگه، خود کمیسیون سازمان ملل تایید کرد که 6 تا یا 7 تا از این موشک‌ها رو که بررسی کرده بودن دقیقاً موشک‌های جمهوری اسلامی، نوع ساختش، بسیار اجزایش، سیستم سوختش، همه اینا رو تایید کردن. خب کسی که در این تردید نداره. اگر نه حوثی‌های یمن که تو کوه‌ها بودن و میجن هیچی ندارن، یه تلویزیون براشون راه انداخته جمهوری اسلامی، تلویزیون المسیره، البته چند تا کوچیک داره ولی مهمشون تلویزیون المسیره است، بهشون هم موشک میده و با این قایقا اینا رو از چند طریق کشور دور و بر به صورت جدا شده میبرن. خود کارشناسان سپاه و حزب الله لبنان که در اونجا هستن، اینها اونجا رو سوار میکنن و اینا رو شلیک میکنن. پیروز هم حسین سلامی معاون سپاه میگه بله، خب این میدونی یمنی ها رو نمیشه زیاد سر به سرشون گذاشت، چون الان
5 تا موشک زدن، یه دفعه می‌بینید همه رو زدن، انبوه زدن. و بنابراین باید خیلی بد مواظب باشه عربستان. یعنی چی؟ شما چی کاره ای؟ اگه شما موشک ندادی این آدم هم به تو ربطی ندارن، تو از کجا میدونی که اینا استفاده خواهن که و تهدیدش تو میکنه؟ خب معلومه آدم های خودتن. یا کیهان شریعت مداری وقتی نوشت که امروز ریاض، فردا ابوظبی، خب یا دبی، اینم کدوم بود که میزنیم با موشک؟ خب معلومه که اینها نوکر کیان دیگه، پولشون معلومه کی میده. اصلا که عددی نیستن اونا که بخواد بدون جمهوری اسلامی بتونن این میزان موشک برن از کجا بخرن، چجوری وارد یمن بکنن. اینا که شوخی، همه دنیا میدونن اینا. بله آقای دایی عزیز، این آقای علی اکبر جوان فکر که از چهرهای نزدیک احمدی نژاد بوده، محکوم به اعدام شده و امروز حکم دادگاهش هم صادر کردن، این آقا چه کاره بوده؟ گل مسئول کار فرهنگی میکنه مثلا. چرا من ندیدم که به اعدام محکومش کرده بودن؟ بله حکم دادگاه علیه جانفا به چه نزدیک که سرپرسته، نه این ببخشید، اوکی، دادگاه علیه به اتهام توهین و نشر اکاذیب، نخیر این چیز نیست، اعدامی نیست، یکی استثنا اعدامی نیست، به جرم اتهام توهین و نشر اکاذیب قرار گرفته و به زودی بهش ابلاغ میشه که چه کار کرده. از نزدیکان احمدی نژاد بوده، روزنامه نگار بوده، نمیدونم واقعا اینا چیکار کردن. اینا باندی که بودن، که تو این باند جالب فقط هاشمی ثمره به اصطلاح که مشاور و نزدیکترین آدم به احمد نژاد بود، از موج حملات جناح مخالف در امان بوده، چون کلهو رو، همین جوان فکر و بقایی و نمیدونم خود احمد نژاد، همه مورد حمله قرار گرفتن. طالب به تنها کسی که حمله نکردن جالب مجتبی هاشمی ثمره است. ببین آقای کاردان عزیز، این احمد نژاد خودش رو به نفهمی و کودنی میزنه در نوع حرف زدن اینا. آدم بسیار باهوشیه، این در دانشگاه علم و صنعت بود، مهندسی میخوند، یکی از دوستان من باش همکلاس بوده، از نزدیک میشناسید. آدم خیلی باهوشیه، هم خودش هم هاشمی ثمره که با هم همکلاسی بودن در علم و صنعت، و اینا خیلی اسرار زیادی از این حکومت دارن. حالا چطور به این دو نفر، یعنی اول خود هاشمی یکم احمد نژاد رو دستش نمیزنن، این واقعا برای من خیلی معماست. ما در جریان دادگاهی که با تویتر پارسی داشتیم، یه سری مذاکراتی بود که به صورت موازی مسئولین جمهوری اسلامی با آمریکایی ها پیش می بردن، که چون تویتر پارسی هم درش بود، در دو تاش لااقل ما می دونیم که بود، در اروپا، در هلند یکیش انجام شده بود، یکیش هم فکر کنم لیختنشتاین بود. ما اینها رو گرفتیم که ببینیم چی بوده اینها. البته حق نداریم اونها رو خود سند رو منتشر کنی، ولی میشه تا حدودی راجبش صحبت کرد. این بود که اون هیئتی که از طرف جمهوری اسلامی میومد، رهبر که شامل معاون این معاون لاریجانی بود و سفیر جمهوری اسلامی در هلند بود، این مثلا نماینده جمهوری اسلامی در آژانس هسته‌ای بود، تیم 12 13 نفره بودن، رهبرشون هاشمی ثمره بود، معاون احمدی نژاد. و این هاشمی ثمره خیلی نقش مهمی داشت، اصلا اسمی ازش نیست، هیچ وقت بهش حتی حمله هم نمی کنن. خیلی برای من جالبه واقعا. نکته ای که من اشتباه کردم، احمد رضا جلالی رو، این سوئد بوده، این پزشک بوده، میگن که ایشون دعوت کردن که برای ایشون جاسوسی کنه، قبول نکرده، گروگان گرفتن. یه نه گروگان میگیرن، واقعا یه حکومت عجیب غریبیه واقعا. گروگان گرفتن ایشونو، تردید نبرده که ایشون بیگناه 100%. بله هیچ گناهی بهش نمیچسته. حکم اعدام برش صادر کردن. بله حکم اعدام صادر کردن و خیلی از کسان در سازمان ملل دارن کوشش میکنن که این حکم بتونه لغو بشه، اصلا ایشون رو اعدام نکنن. آمدن آقای دایی عزیز، این روزها میبینم که تیتر بسیاری از جراید چاپ ایران هم، چاپ جمهوری اسلامی هم، تیترهای خورده قوی تریست، یعنی یک جرأت بیشتری پیدا کردن. مثلا روزنامه همدلی تیترش اینه: فساد دارد جمهوری اسلامی را میخورد.
و یا یکی دیگه از روزنامه جامعه فردا گفته که 20 تا کارگر رو در عراق به اخلال در نظم و شرکت در تجمعهای غیرقانونی متهم شدن دستگیر کردن و بسیاری تیترهای دیگه. آیا واقعا خودشون اجازه میدن که این تیترها منتشر بشه یا اینکه یک کمی رشته کار از دستشون بیرون اومده؟ آقای دایی عزیز، عرض کنم که بین اختلافات جناحی که اینا دارن جدیه. اختلافشون هم یکی خب سر این که کدوم یکی بیشتر سهمی از قدرت و مال مردم رو داشته باشن، دوم اینکه که بگن که با کدوم روشی میشین حکومت رو از سقوط نجات داد. دعوای جناح سر این دوتاست. خب وقتی که مشکلات زیاد میشه، وقتی بحرانهای اجتماعی زیاده، نفرت مردم از حکومت به این میزان رسیده، اختلاف جناحان بالا میگیره. اون میگه آقا روش منو برو، اون میگه اقتصاد مقاومتی بریم تا شکست نخوریم، اون میگه آقا شما شروع موشک میزنی بدید با اروپا و دنیا دوست بشیم تا سرمایه گذارا برگردن. اختلافات بالا میگیره چون مشکلات جدیه. بعدم کنترل چقدر وقتی جلو احمد نژاد نمیتونن بگیرن. مشکلات واقعیه وقتی مردم در کوچه و بازار و تاکسی و خیابون و خصوصی و غیر خصوصی ناسزا میگن، تو خیابون تظاهرات میکنم میگن اشتباه کردیم انقلاب کردیم. نصر دیدم بازنشستگان در اصفهان دیروز داشتن تظاهرات میکردن نصرالله رو رها کن، عربا رو رها کن، فکری با حال ما کن دیگه. از این بالاتر نمیتونم به جمهوری اسلامی که نصرالله رو رها کن. نصرالله رو خب یعنی به خامنه‌ای دارم میگن. خب منظور من اینه که وقتی در این حد در سطح جامعه ها دیگه بخش بسیار کوچیکیش رو به اسلام میگن. و این فساد واقعا مسئله جدیه، چون فساد فقط این نیست که حالا اقتصاد رو نابود میکنه، یعنی هیچ کار برنامه‌ریزی اقتصادی نمیتونه بکنه. وقتی فصل رسید و رسید محصول میشه، سیب میشه، میرن سیب قاچاق میارن ارزونتر، موقع به برداشت چای میشه میرن چای ارزونتر از هند و سیلان میارن ارزانتر، این باندهای قاچاق اقتصاد که نابود میکنن. ولی اون اثر روانی فسادها که باندهای حکومتی هن، آدم معمولی که نمیتونه بره 100 میلیارد 200 میلیارد 300 میلیارد تومان بگیره بخوره فرار کنه بره کانادا، که یا همین داستان زنجانی یا داستان زراب و و و این اثر روانی تو جامعه اینه که مردم میگن آقا سر ما خیلی بیشتر کلا رفته، احساس ظلم میکنن که آقا ما نداریم بخوریم، این بالایی ها میبرن و میخورن و هزار هزار دارن میبرن. این احساس ظلم خیلی به خشم و نفرت مردم اضافه میکنه و برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه. بعدم مهمتر از همه اینه که برای این جمهوری اسلامی خودش حکومت ایدئولوژیک معرفی میکنه. اصلا ولی فقیه یعنی چی؟ من نماینده خدا. دیدم این طایب داشت چند روز پیش سخنرانی میکرد، این آخونده از طایب قرارگاه عمار رو چی مال این سپاهی ها و بسیجی هست، میگفتش که این سیستم های اطلاعاتی دنیا همه ضعف دارن، CIA نمیدونم چی همه رو یکی یکی توضیح میداد، میگو ما این ضعف ها رو نداریم چون امام خامنه ای اطلاعاتی که میگیره از سیستم های اطلاعاتی نیست، از بالا میگیره، یعنی از خدا. خب شما وقتی یه سیستمی رو که میگی رهبرش نماینده خداست، ولی فقیه میگه نماینده خداست، یه همچی سیستمی مال مردم رو اینجوری میبرن و میخورن، یعنی فساد سر تا پاشو گرفته، این پایه‌های ایدئولوژیک نظام رو میخوره و این 10% نیروهای وفاداری به خود حکومت رو اینها رو ابه میبره. این برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه، سوای ضربه هایی که به کل اقتصاد میزنه. ممنونم از توضیحاتتون. من نمیدونم که تظاهرات اصفهان رو داریم یا نه، اگر تظاهرات اصفهان رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم، ولی ویدیوهای زیادی از تظاهرات بسیار در گوشه و کنار ایران هست که مرتب میرسه و این روزها میدونید نمیشه دور کشور رو مثل یک زمانی که ما خیلی جوان بودیم گفتن که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک دیوار دورشه که مثلا صدای رادیوشو هیچ جا نمیشه شنید یا از اون ور میشد شنید، اما رادیوهای کشور
خبرهای دیگر رو در داخل اتحاد جماهیر شوروی نمیشه شنید، تصویر تلویزیون ها رو نمیشه دید و غیره و اینا. این روزها هر کدوم از جوان ها یا غیر جوان ها در جیبشون یک تلفن دارن که هم رادیوس، هم تلویزیون، هم دوربینه، هم فرستنده است و همه چیز رو نمیشه پنهان کرد. به یکی از این تظاهرات نگاه میکنیم، برمیگردیم، با شما هستیم. از اتاق کنترل هم خواهش میکنم تلفن ها رو باز بکنن که اگر دوستانمون از داخل ایران به ویژه صحبتی دارن با هم دیگه گوش میکنیم. نسوریه نقضه حقوق بازنشسته، نسوریه نقضه حقوق بازنشسته، نسوریه نقضه حقوق بازنشسته. علم حالا رها کنید فکری به حال ما 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 جالبه. و این نصرالله که البته شما گفتید به احتمال زیاد مقصود همون خامنه‌ایه، ولی اون آقای نصرالله بله اون آمد نطق کرد، گفتش که ما همه چی رو از ایران میگیریم و علنا اعلام کرد که تا اون همه کارهای ما و پولهای کنان به ما میده و اینا، خیلی علنا جلوی دوربین اعلام کرد. بله خب ببینید واقعا این تظاهرات که خب این هزارانی که در همه گوشه و کنار تهران و دیگر شهرها این حرف رو میزنن که یک مسئله منزوی و جدایی که نیست، در کل جامعه این چیزها دارن میگن. پریروز تلویزیون خود جمهوری اسلامی داشت نشون میداد در یکی از شهرستانها، یه شهرستانی که فکر کنم 30-40 هزار نفر جمعیت داره، گفت یه بیمارستان داره، تو این بیمارستان گفت یه دکتر متخصص داره، بعد صف کشیده بودن تا چش کار میکرد، بعد مصاحبه میکرد باشون، یه آقای میگفت آقا من رسیدم، به من میگفتن که ما 50 نفر اول رو قبول میکنیم امروز، برو فردا بیا. میگفت اولا که من مریضم نمیتونم برگردم، دوم 50 نفر یه دکتر متخصص میگفت در عرض 5 ساعت میخواد ببینه. حالا شما اینو داشتین، بالاخره مردم اینا رو میبینن دیگه که در مملکت چه خبره. بعد با کمال پررویی سوار هواپیما شده جواد ظریف، پشته رفته اوگاندا همین 2 هفته پیش بله. رفته یه بیمارستان اونجا افتتاح کردن که برای پلیس اوگاندا ساختن. حالا مردم هم میرن، بعد داره توضیح میده که در اون گزارشی که میگه که رئیس پلیس میگه که خدا رو شکر که اینو ساختین و ممنون و فلان، 50 میلیون دلار خرج کردن ساختن با بهترین تجهیزات، چون ما قبلا این مردم این شهری که بودن مشکل داشتن برای برخی از بیماری‌های خیلی خاص و تخصصی و عمل جراحی، باید کلی می‌رفتن مثلا تا کجا، حالا دیگه نمی‌گم میان همین. خب اینو چه نمی‌تونی برای مردم ایران درست کنی؟ اوگاندا ببینید، حالا الان ببین هی نگاه می‌کنم خدا این اوگاندا مثلا چی داره که اونور آفریقا چرا باید برید اونجا بیمارستان بزنی؟ بله دوستانم روی خطم هستن، اجازه بدید که الان تا یکی دو دقیقه دیگه خطها رو میگیرم. در همین لایحه تازه که همه چیز باید گران بشه برای اینکه بتونه مخارج دولت رو بده، قیمت بنزین داره وحشتناک بالا میره، یعنی 1500 تومان میشه برای 1 لیتر.
بالاخره مردم باید چی کار کنن آقای دایی؟ اولا که خب این شعارش این بود که روحانی اومده بود که گرانی زیاده، من میخوام متورم رو بیارم پایین. تردید نکنید امسال و سال آینده وحشتناک تورم میره بالا، چون پول ندارن الان دیگه به جا رسیده، دیگه میزان استقرارشون هم رفته بالا، یعنی اسکناس چاپ کردن و اجناس رو یکی یکی، نان رو الان رفتن رو بنزین. صبح زنگنه میگفتش که مجموعه، حالا واقعا جواب به سوال میکنه خبرنگار بالاخره چقدر میخواد بکنید بنزین رو، گفت به قانون دولت مجموع قیمت بنزین و گازوئیل باید بشه نصف قیمت دنیا. حالا یعنی چی؟ مگه مردم به پول دنیا درآمد دارن تو ایران؟ مگه تو ایران به پول دنیا درآمد دارن که شما با قیمت دنیا حساب میکنی؟ آخه چی چطور موقع حساب مردم پول گرفتن سیستم شما بین المللیه، ولی سرویس که میخواید بدید برعکس میشه، میشه دوران عصر حجر مال دوران قاجار. واقعا آدم تعجب میکنه. روحانی داشت پیروز صحبت میکرد با خیلی اینها، از بس نارضایتی زیاده خود اینها پرروتر شدن. روحانی داشت صحبت میکرد راجع به وضعیت هوا، بدی هوا، یقه مردم رو گرفته بود، گفت هی اعتراض میکنن به دولت. میدونی شما در دهلی نو و بمبئی و پکن اینجا خراب داره؟ میدونی خیلی شهر، یعنی برید خدا رو هم شکر بکنید. خیلی اینها واقعا آدم باور نکردنیه که چجوری با شعار و فریب و کلید تدبیر و امید اومد سر کار، حالا ببینید چجوری با وقاحت همه چیز رو هم گران میکنه، تازه طلبکار هم هست. اجازه بدید با یه خط صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. صدای تلویزیونتون رو کم کنیم با من صحبت کنیم. صدای تلویزیونتون لطف کنین کم کنین. مرسی قربون، بفرمایید. الو، سلام کردم. سلام عزیزم، بفرمایید. بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. الو جانم، بفرمایید، منتظر تلویزیون نشین، بفرمایید، صداتون رو مردم میشنون. سلام. سلام قربون. سلام، خوبی شما؟ سلامتی، خسته نباشید. مرسی. از کجا تلفن میفرمایید شما؟ من از تهران مزاحمتون میشم. بفرمایید. ممنونم که صحبت کردیم. سلامت باشی، درود بر شما، خسته نباشید. بفرمایید. الو جانم، بفرمایید، دارم گوش میدم به صحبتتون، بفرمایید. آقای کاردان، خوبی شما؟ سلامتی؟ من بسیار خوبم، مرسی، قربان شما. تهران چه خبره؟ باشید. تهران هوا چطوره؟ هوا بسیار آلوده است، مردم همه ناراضی هستند، گرفتاری، همه مشکلات، اینقدر مشکلات زیاده، همه ریختن تو خیابون، هم معلومه چی بشه، پول مردم رو نمیدن، مردم همه گرفتار شدن در دست اینا. خیلی خوب، به هر حال امیدواریم که هر چیز زودتر بفرمید. به نظر شما مثلا ما جوونا باید چی کار کنیم؟ چه کاری از دست ما میاد؟ ما که نه کاری داریم، نه هیچی، نه درآمدی، همینجور بیکار میگردیم با امید روزی که بیاید. بله، متاسفم. آقای دایی، به نظر شما دست تهران زنگ زدن میگن ما جوونا باید چیکار کنیم؟ عرض کنم که والا منی که در خارج کشور نشستم که نمیتونم برای هموطنانمون در داخل که زیر تیغ این حکومت هستن بگم چیکار کنم. ما میتونم بگم وظیفه ما ایرانی هایی که در خارج کشوره، که در اینجا در امکانات داریم، این مشکلات هموطنان نداریم، ما وظیفه داریم به اونا کمک کنیم. وظیفه داریم که در سطح در آمریکا، در اروپا به دولت‌ها فشار بیاریم که از مردم ایران حمایت کنن، به جمهوری اسلامی امتیاز ندن، بهش فشار بیارن. واقعا این رو ما باید بخوام، ما وظیفه خودمون رو باید بدونیم. دومش هم اینه که واقعا مردمی که تو ایران هستن حداقلش اینه که تو انتخابات شرکت نکنن. این انتخاباتی که قلابی که درست میکنن به نفع حکومت تموم میشه. مردم وقتی ببینن واقعا از درون این سیستم هیچی در نمیاد، امیدی نیست، خیلی راه حل ها باز خواهد شد، مردم راه حل های جدیدی جلوی چششون قرار خواهد گرفت. این یه مشکل، یه به اصطلاح مسئله عمومی هست. یعنی ما در خارج کشور یکی باید کمک بخوام از دولت های خارجی که به نفع مردم ایران کار کنن، دوم ماها چه در داخل و خارج همگی باید کار بکنیم که این فریبی که تحت نام این که با آمدن روحانی و کی و کی مشکلات مردم همشه، اینها دروغه. اینا میخوان مردم رو 4 سال یه بار، 6 سال یه بار با وعده و وعید فریب بدن. این رو باید همگی با هم کمک کنیم و این گام اولیه است. شما هنوز روی خط هستین؟ بله بله بله. شما در انتخابات شرکت کردین یا نه دوست من؟
اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه. من از روزی که بودم هیچ وقت نه خودم نه خانوادم هیچ که شرکت نکردن، اجازه ندادیم اصلا شرکت بکنیم و نمی کنیم به هیچ وجه، چون اینا هیچ وقت هیچ کاری برای کسی نمی کنن. الان ما موندیم چکار بگیم، مردم همه ناراضی هن ولی هیچ کاری دستی کسی نمیاد. متاسفونه می ترسن بیان تو خیابون، منتظر این هستیم که یه ترس بشکنه بریزن بیرون. آره چه جوری میتونه این ترس بشکنه؟ والا دیگه باید ماها دستمون رو بزنیم بالا، آسینا رو بالا بزنیم بریزیم بیرون. حالا من خودم هر جوری هر کاری دستم بیاد کوتاهی نمی کنم به هیچ وجه. منتها دیگه با هر کی حرف میزنی همه میترسن، کاری به سر ملت آوردن همه میترسن، جرات نمی کنن حرف بزنن. دو نفر یه جا وای میسن هیچی نمیگن، ساکت وای میسن، همه ناراضی هن ولی هیچی نمیگن متاسفانه. خیلی ممنون. میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟ من 38 سالمه. بله خیلی خوب. و جانه من شغلم تلاسازه، تلاساز حرفه‌ای ام. قبلا کارگاه داشتم، 7-8 تا شاگرد داشتم. حالا به هر نوعی اینا زندگی ما رو فلج کردن. طلا انقدر گرون شد، بازار انقدر خراب شد، مجبور شدیم کارگرها رو فرستادیم خونه، خودمونم بیکار نشستیم خونه. اوکی امیدوارم که هر چه زودتر بنا و خدا به امید خدا یه روزی بشه که شر ناس گردن ما وا بشه. آقای دایی عزیز شما سوالی ندارین از این برادر عزیزمون؟ من میخوام بگم ببین من عرض کردم ما که خارج کشور هستیم ما باید کمک کنیم به اونا که داخلن، ولی من خودم به هموطنم میگم که تردید نکنید که اینا عمرشون به پایان میرسه. اینا رو چند تا چیز سوارن، یکیش خب سرکوبه، ولی از اون جایی که ناراحتی ها گسترده شده این دستگاه سرکوب اینا یه روزی که دور نخواهد بود وا خواهد رفت، یعنی یه جای شکاف عمده برخواهد داشت و تمام این اعتراضاتی که میبینید جدا جدا از همه اینا به هم پیوند بکنن. تردید نکنید این اتفاق خواهد افتاد، ولی ما وظیفه‌مون اینه که وقتی که مثل 8-9 سال پیش که میلیون ها نفر تو خیابون بودن مردم رو دیگه سر کار نگذارن، با وعده و وعید دوباره مردم رو تو خونه نفرستن. بسیار مهمه که اون از نظر ذهنی واقعا کمک بکنیم، ما در داخل و خارج، هم به دولت خارجی، هم مردم و خودمون، هم خودمون، که کمک بکنیم به این مبارزات مردم ایران. این وظیفه ماست. ولی واقعش میخوام بگم امیدی که به هموطنم میخوام بگم امید واهی نیست. واقعش اینه که اتفاقی که 8-9 سال پیش افتاد بیخودی نبود، این بار اتفاق خواهد افتاد بسیار گسترده تر و عمیق تر، در این تردید نباید کرد. دوست خوب من از تهران ممنونم از اینکه تلفن کردی. خواهش میکنم، خوشحال شدم. درود بر شما. خدا نگهدار شما. درود بر شما و درود بر همه ملت. خداحافظ شما. خب آقای دایی عزیز میبینید که جوانها دلشون میخواد که کاری انجام بدن، اما شاید تشکلی وجود نداره. بله یا تشکیلاتی وجود نداره. خواهش میکنم دوستانم روی خط باشن، من باشون صحبت میکنم. بفرمایید. بکنم یه بحث طولانیه که واقعا که چرا اینجا هستیم، چه کارهایش جمهوری اسلامی کرده، چه اشتباهی خود ماها کردیم، این یه بحث جدی طولانیه که میشه کرد. ولی 8 سال پیش هم ضربه‌ای که مردم خوردن همین نبود یک رهبری بود که مردم رو به خونه نفرسته. دوباره فتیله جنبش رو پایین کشیدن به گفته این واژه‌ای بود که خودشون استفاده کردن. ما باید کمک بکنیم که این تکرار نشه، این اصلاح طلبان دروغین در داخل و خارج نیان دفعه دیگه که مردم اعتراض کردن بیان رهبری این اعتراضات رو بگیرن و به جاده خاکی ببرن. این رو ما باید خیلی تلاش بکنیم. اجازه بدیم با یکی دیگر دوستانم بفرمید. خواهش میکنم بفرمایید. سلام آقای کارتا. سلام عزیزم بفرمایید. آقای دایی هم سلام میکنم. آقای دایی به شما سلام کردم. مرسی. بفرمایید. جناب کاردان الان این هموطنمون میگفت که ناراضی هستیم و نمیدونم دیگه به کجامون رسیده و چیکار بکنیم و چیکار نکنیم. الان ببینید تمام مردم تو خیابونا همه ناراضی هم. الان یه مدیریت میخواد و اون موقع هم که اوباما نمیذاشت که مردم یه کاری بکنن. الان این ترامپ البته من باهاش موافقم نیستم، ولی الان گفته که آقا شما ها بلند شین من پدر اینا رو در میارم.
اما یه مدیریت نیست. این رضا پهلوی هم که نشسته سال یه بار میاد توی تلویزیون اینجای هم مثلان عزیزم نه من فلان فلان تموم میشه میره لب پاسه سال دیگه. یه مدیریت میخواد جناب کاردان، یه نفر میخواد بیفته جلو مردم رو رهبری بکنه، کار رژیم تمومه. ممنونم از تلفنتون، مرسی. آقای دایی در مورد نظر ایشون چی میفرمید؟ اولا که حالا شخصیش نکنیم، دوم که زیاد با آقای ترامپ دل نبندید، کاملا به مردم ایران امید داشته باشید. دو تا، ولی کلش اینه که ببینید یه بحثی که فقط من میخوام در یه جمله بگم اینه که این که این حکومت با این همه ظلمی که به مردم کرده، با این وضعیت وخیم اقتصادی، با این کشت و کشتاری که مردم کرده ضد منافع ملی که سر کار مونده، خب در درجه اول به خاطر سرکوبه، دومش به خاطر این فریبه، سوء استفاده از گرایشات مذهبی و و و و. ولی بخش مهمش اینه ببینید مردم وقتی که از نظر ذهنی به جا برسن که هیچ راهی نیست، میرن سراغ راه دیگه. کاری که جمهوری اسلامی کرده با ایجاد این فریب تحت نام اصلاح طلبی و نام اینها، برای مردم این فریب رو درست کردی که مردم دنبال راه حل نره. یعنی شرایط عینی برای اینکه تحول انجام بشه هست، نارضایتی همه اینا هست، از نظر ذهنی مردم اینجا به جا نرسن که آقا واقعا از درون صندوق رأی و روحانی چیزی در نمیاد، مردم رو فریب میدن. این یه بحث مهمه. دومی که حکومت، این شاهکار حکومت فقط سرکوب یا ترور خارج کشور که نبوده که، برای نابودی اپوزیسیون که اومده اصلاح طلب قلابی درست کرده با خارجی هاست ریخته رو هم دیگه که محدود بکنه فضای تنفس اپوزیسیون، بخشی از اپوزیسیون ازش شیطان سازی کرده، لجنمالش سر میکنه بکنه، اختلافات رو میندازه بالا، همه این کارها رو کرده که اون مسئله اصلی یعنی ایجاد شرایط ذهنی به وجود نیاد، رهبری به وجود نیاد. ما هم باید به نوبه خودمون تلاش بکنیم که هر کسی تو هر فکر و عقیده ای هست بره تو همه خارج کشور میتونه فعالیت بکنه، گروه و دسته و تفکر هست. ما به جای اینکه گریبان اینو بگیریم گریبان اونو بگیریم، بریم خودمونم یه کاری بکنیم، واقعا مشارکت داشته باشیم، میتونیم خیلی کمک بکنیم به هموطنان داخل. ممنونم، ببخشید چون کوتوتمون اشغاله. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای کاردان اوقاتون بخیر. همچنین آقای دایی بفرمایید. من هم در واقع سوالم از آقای دایی همین سوالیه که بعضی از هموطنان از داخل ایران میکنن. ببینید خب ما این 6 میلیون ایرانی خارج از کشور دیگه هیچ بهانه‌ای نداریم که یه دولت در تبدیل، یه شورای رهبری سیاسی، یه پارلمان در تبدیل اینو به وجود بیاریم. یکی از پیشنهاداتی که خود من شخصا دارم اینه که آقا بدون تعارف طرفداران پادشاهی یا نمیدونم مثلا طیف مجاهدین، چپیا، ملی مذهبیا، جمهوری خواه، سکولار دموکراتا، اینا تو 100 سال اخیر تاریخ ایران بدون رودرواسی بعضیا با همدیگه تا حد پدرکشتگی هم مسئله دارن، یعنی بالاخره دستشون به خون همدیگه آلوده شده. و یکی از چیزهایی که ما موفق نمیشیم اینا رو دور هم دیگه جمع کنیم اینه که اینا در فردای آینده ایران بعد از این سقوط به اصطلاح خلافت شیطانی ولی مطلق فقیه، از اینکه هر کدوم دست بالا رو پیدا بکنه از این جهت اطمینان به هم دیگه ندارن و این یه مانع شده. من پیشنهادم به شما و آقای دایی، نمیدونم به شاطر دا پهلوی و مجاهدین اینه که این آقا یه 20-30 نفر به عنوان نومادین جمع بشین به هم دیگه تعهد بدید که در فردا که از این تاریخ ببرد و در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ کسی به لحاظ قانونی راجب گذشته بر علیه هم دیگه پرونده به لحاظ قانونی نمیخواد باز کنه و در واقع گذشته رو به هم دیگه بخشیدیم. حالا میتونیم با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، میتونیم فردای ایران هر چی تشکیلات خودش داشته باشه یا الان، ولی من این توپا میدازم تو زمین آقای دایی. آقای دایی شما به عنوان اولین نفر بیان بگیر آقا من از الان تا مثلا یا فردای سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان یه شخص آزادی خواه دموکرات بر علیه هیچ کسی پرونده نمیخوام باز کنم. در واقع ما یه نوع عمومی اول به خودمون میدیم، بعد موقعی که این کار انجام شد میتونیم اینا به بدنه رژیم هم پیشنهاد کنیم و به این شکل بزرگتر مانه برداشته میشه. ممنونم. اینا چند سال پیش از طریق دکتر امیدمه به شورای ملی شاطر رضا پهلوی هم ارائه دادم، متأسفانه اینو جدی نگرفتن. ممنونم از تلفن شما. شما این آقا به آقای دایی برید روی مسئله از شخص خودتون شروع کنید. مرسی، ممنونم ازتون. فردای از الان
چه الان در اپوزیسیون بده چه در فردای اپوزیسیون، ما هیچ گونه شکایتی از همدیگه نداریم. ممنونم از تلفنتون. اجازه بدین برای اینکه من فقط 2 تا 2.5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، برنامه باید تموم بشه، از آقای دایی بخوام. من نمیدونم که مگه قراره ما از همدیگه شکایتی بکنیم آقای دایی، و قراره که ما اینجا بشینیم راجع به اینکه شکایت داریم یا نداریم صحبت بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. من فکر میکنم که هموطن عزیزمون اغراق میکنن. من که خودم شخصا بجز به کسانی که به جمهوری اسلامی وابستن، برای جمهوری اسلامی کار میکنن یا خود حکومت، با هیچ کس دیگه نه دعوا دارم نه کاری دارم، و اصلا پرهیز میکنم از هر گونه درگیری. این سرلوحه کار من بوده. گروه های دیگه سیاسی هم اتفاقا فکر نمیکنم اختلافاتشون مربوط به برادرکشی و نمیدونم چینه سابق باشه، نه. اختلافی هم اگر هست، اینه که الان در مقابله با جمهوری اسلامی از چه روشی برخورده و چی کار کنیم. یکی میگه بریم از اصلاح طلبا حمایت کنیم، یکی میگه بریم از خارج کمک بخوام. این اختلاف سر الانه، که اون هم به نظر من در پروژه های مشخصی که برای مقابله با حکومت میتونم من همکاری کنم. مثلا یه عده بیان میگن همه ما طرفدار اینیم که واقعا بیان جمهوری اسلامی و سیاست های منطقه ایشو دنیا بیاد تحریم کنه، باش مقابله بکنه، مثلا یا سر نقض حقوق بشر بیاد گریبان اینا رو بگیره. این پروژه مشخص مقابله با جمهوری اسلامی میتونه گروه های اپوزیسیون رو به هم نزدیک کنه، وگرنه دعوا بر سر گذشته نیست، بر سر الانه. الان چیکار بکنیم در رابطه با جمهوری اسلامی؟ ممنونم. ما فقط 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آخرین خط رو میگیرم. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید. الو جانم، بفرمید، صداتون داره پخش میشه. درود بر شما. درود بر شما جانم، بفرمید. من از اصفهان تماس میگیرم، خواستم از طریق این شبکه شما یه پیامی برای خانم نرگس محمدی بدم. بفرمید، خواهش میکنم، کوتاه، برای اینکه وقت ما تمومه. خواستم بگم که خانم نرگس محمدی، من از طرف خودم و از تمام مردم ایران از شما معذرت میخوام، به خاطر اینکه شما 16 سال زندان رو به خاطر ما مردم تحمل میکنید. ما مردم ایران پشت به شما میکنیم، ما میریم پای صندوقای رای و 45 میلیون نفر میرن رای میدن، ولی شما به خاطر ما 16 سال زندان رو باید تحمل کنید. ممنونم، پیام بسیار زیبایی بود آقای دایی. یک وقت داریم. ممنونم. مردم ایران، آقای کاردان، مردم ایران هر چه به سرشون بیاد حقشونه، خاطر اینکه 45 میلیون میرن رای میدن. ما هر چی میکشیم از دست خودمون میکشیم، باید بیشتر از اینا به سرمون بیاد. من از خانم نرگس محمدی خیلی معذرت میخوام، واقعا ایشون یه شیر زنن، از هر چی مرد شجاعترن. 16 سال زندان رو باید تحمل کنن، ولی ما مردم پشت بهش میکنیم، میریم رای میدیم پای صندوقای رای. ممنون، خیلی ممنون. دوست خوبمون از اصفهان بودن آقای دایی عزیز، پیام جالبی بود. بله، عرض کنم که منم احترام فراوان برای خانم محمدی دارم. خانم نرگس محمدی طرفداری کردن از روحانی، دعوت کردن مردم به شرکت در انتخابات خودشون، تا الان من ندیدم اظهار پشیمانی کرده باشن. با همه احوال ایشون سر عقایدش ایستاده، مقاومت میکنه، قابل تحسین و قابل دفاع. ما باید از همه حقوق ایشون دفاع بکنیم. بسیار مورد احترام از شخصیت‌های بزرگ کشور ما هستن، ولی ایشون هم اشتباه کردن سر دعوت مردم، ولی اینم حق خود ایشونه. من نمیدونم ادعاش باشم هر مبارز حقوق بشری اونطور که ماها فکر میکنیم فکر بکنه، که اونم ایشون هم اینجوری فکر میکنه. خب، با تشکر بسیار از شما آقای دایی عزیز که لطف کردید در برنامه بودید، منم یک کمی کسالت داشتم، عذر میخوام. و با عرض معذرت از دوستانی که روی خط هستن، بعد از اینکه برنامه تمام شد باشون صحبت میکنم. ممنونم از تمام کسانی که به برنامه های تلویزیون اندیشه توجه میکنن، و با تشکر مجدد از آقای دایی بسیار عزیز متشکرم. خواهش میکنم. به امید دیدار.